ايش خطه دروغ بود دیگه نمن تو ندیگه ده میخوام آتیش تو خاموش کنم. سلام که قربونت برم. سلام آز بول به بچه ها سلام که ایور دورو در روی ماهتون بچه ها. بچه ها خیلی هاتون میپرسیم مزیار پا اوزا اوکراین چطور شده؟ نمیخوای فرار کنی؟ اوزا بده بچه ها. البته اخبار میگن بده، اینجا ما تو اخبار اوکراین آنچنان چیز خاصی نمیگن. میگن که آرامش خود را حفظ کنید. الان که دارم بهش فهم میکنم فقط دارن امید میدن. اگه چند روز براتون ویدیو نذاشتم یعنی که اینترنت ها رو قطع کردم، چون که احتمالش از اینترنت ها قطع شد. اگه بیشتر از چند روز براتون ویدیو نذاشتم برام فاتحه بخونید. فاتحه. و اینکه برای اونایی که میپرسن تصمیم داری بری، نه تصمیم ندارم. حالا نمیخوام ویدیو رو زیاد سیاسی کنم، ولی فکر نمیکنم خب دیگه به مردم موشک بزنم اگرم جنگ بشه. ما مردم که کاری نکردیم. به هر حال اگه این آخرین ویدیویی که با شما دارم میخوام بگم خیلی دوستتون دارم. دلتون اصلا برام تنگ نشه، همدیگه رو میبینیم. خب ببخشید آقا مزیار، ویدیو امروز چیه؟ میم. امروز میم ریویو داریم. عشق تو دروغ بود دیگه. براستی روز ولنتاینتون پیشا پیش مبارک. ولنتاین فردا البته. اگه کسی تو زندگیتون دارین که خیلی دوست دارین امروز به ثابت کنین که عاشقشین، یا فردا به ثابت کنین عاشقشین، نیاز نیست دنیا رو به پاش بریزین. میتونین دنیاتون رو به پاش بریزین. سوسموس. خب بچه گوش در نیاریم، بریم برای خوندن میم هامون. اینترو رو بذارم. اوکی میذارم. برو برای اینترو. این چنل مزیار سس شعر آمیانه میسازه براتون هر روز. میخوام آتیش تو خاموش کنم، شکل خاموش کنم. خوهر مادر محتوا از لاس وگاس تا مسترا، مهربون و کمی اخمون. یوتیوبر مختره نظرات به تخممه، اگه سابسکرایب نکنی در میاره. این چنل مزیاره. از میم یا میمی اول شروع میکنیم. من 2 دقیقه بعد از اینکه تصمیم میگیرم روز مفیدی داشته باشم. این کلا استایل من و آزه، کلا همینه. این روزای فیلم همینطوری مثل یه تیکت گوش لبه تختم افتادم. این ور یوتیوب، این ور فیلم و سریال، و این ورم قضا. من وقتی 2 روز عقب میفته، من یک مادر هستم. استرس من از کسایی که پریودشون عقب میفته بیشتره. یعنی جونم و دهنم میزنه بیرون تا ببینم طرف مقابلم پریود میشه یا نمیشه. حتی اگه طرف مقابلم رابطه ای داشته باهم، اگه نداشته اصلا برام مهم نیست. دوستم هیچ آدمی نمیتونه کلا گوه باشه. من عزیزم میگن خیلی جانی دپا اذیت کرده، ولی خب بازم ما نمیدونیم تو زندگیشون چی میگذشته. دوستم هیچ آدم کاملی وجود نداره. من آنجلینا جولی جانی دپ. بچه قبول دارین شخصیت در زیبایی تاثیر داره؟ یعنی واقعا اخلاق و طرز رفتار آنجلینا جولی و جانی دپ اصلا انقدر خفنه که بازم به خوشگلیشون اضافه میکنه. یعنی خودشون آدمای خیلی بمب و خفنه از لحاظ ظاهری، بعد اخلاقشون هم اصلا یه قشای مثل اون کچاپ رو پیتزای مونه. سیب زمینی سبزیجاته، کچاپ فروته، پنج سالاده. راست میگه دیگه. چرا گوجه میوس؟ نمیدونم. دوست دخترم بیشتر من. یکم دیگه فشار بده قفل میشه داخل. وقتی برای اولین بار بغلت میکنه. وقتی دکتر از قلب ایکس‌ری میگیره. این قلب منه. اون تو هم آزه. بلبل عزیزم تو حسودی نکنی ها. خدا خلق کردن اقیانوس ها انسان عالیه، پس من دیگه تشنه نمیشم. خدا افزودن نمک شوخ طبع قربونش برم. خب اگه مریض لبک بریزی تو آب کفشو. ببخشید خودکارم افتاده بود. این یارو انقدر معروف شده، یعنی جدی جدی اومده یه تبلیغی رو بازی کرده، ازش عکس گرفتم برای یه برندی نمیدونم چه چیزی، ازش عکس گرفتم، ویدیو کاملش تو یوتیوب هست. یه پیج هست کسایی که از روی میم معروف شدن، میمای شانسی که خودشون نمیدونستن، میاره باشون مصاحبه میکنه که اصلا چی شد اینطوری شد، عکست معروف شد بعد عکست میم شد. این یارو هم اون تو هست. خیلی بانهانکه. کاملا برای امتحان آمادم. سوال 1 قشنگ اون چیزی که نخوندی و نمیدونی. میخوام آتیشت خاموش کنم. رون یا سینه؟ من هیچ کدوم. اخلاق و شخصیت قصاب. گیافون یارو پای سرش ببینید چی اینطوریه. مامان چرا بچه همسایه بازی نمی کنی؟ بچه همسایه.
چقدر شبیه چیزه اون پسر بچه کی بود با عمو پورنگ بود همیشه یکم قدش به نسبت کوتاه بود اسمشو یادم نمیاد ولی کپشه برگ چنجه کوبیده خوشمزه ترین کباب رو کره زمین یعنی هیچ چیزی رو دستش نیست که از کوبیده خوشمزه تر باشه بچه‌ها باورتون نمیشه هر دفعه رستوران ایرانی میرم به جز کوبیده هیچ چیزی سفارش نمیدم فقط کوبیده میخورم اصلا ما تو ژنمونه من هر دو پدر بزرگم عاشق کوبیده بودم یکی از پدر بزرگام آلزایمر داشت بعد موقعی که آلزایمر گرفت نمیدونم کسایی که تو خانواده‌شون داشتن یا دیده باشن آلزایمر به یه درجه میرسی که کلا رو تخت میخوابه دیگه حرکت نمیکنه نمیتونی حرف بزنی نمیتونی حرکت کنی فقط همینطوری چشات باز نفس میکشی رو تخت میخوابه. پدر بزرگ منم اینطوری بود بعد انقدر عاشق چلو کباب بود که مامان بزرگم همیشه چلو کباب داخل میکسر برنج و کباب و گوجه و یه کوچولو ماست میکس میکرد با سرنگ بهش میداد بخوره ببخشید چرا زنگ میزنی دارم ویدیو بگیرم بله سلام 6.5 hours later بله بعد میگم دیگه اینطوری شد که من عاشق چلو کباب شدم یعنی غذای مورد علاقه ام رو کره زمینه غذای مورد علاقه ایرانی خارجی نمیدونم ولی اصیل ایرانی کوبیده است به هر حال عشق تو دروغ بود دیگه عباس نیشش بزن یه بچه تو روسیه وقتی بزرگ شدم میخوام رئیس جمهور بشم پوتین بچه به نظرتون سیستم دیکتاتوری کی تموم میشه رو کره زمین؟ من فکر میکنم تا ابد وجود داره. الان سال 2022. برم فروشگاه کلوچه بگیرم بیام. من بعد از خروج از فروشگاه یه بچه میتونی یه چیت کد بزنید هر موقع میخواین برین فروشگاه خرید کنین با شکم سیر برید یعنی خونه چیزی بخور ته دلتو بگیره چون اگه با شکم گرسنه بری ببین این بودجه یه که برای خریدت میبری و این خریدته اصلا به هیچ عنوان گشنه پاشو نرو پا نشو برو فروشگاه چون برات مهم نیست میگه اچه قد دیگه همین تو میذاری یه دفعه خیلی میشه قشنگ سیستم همینه هر موقع خرید دارم میخوام برام خرید قبلش یه چیزی میخورم ته دلمو بگیره یا روی دلمو بگیره بعدش میام فروشگاه خرید میکنم واقعا جواب اوفی نکنی شعرو برمی میگه پدر چرا برمی میگه امتحان کن عشق تو دروغ بود دیگه نکست اگه مار من را گاز بگیرد 5 دقیقه وقت برای زنده موندن دارم پس اگه بذارم یک بار دیگه را من را گاز بگیرد 10 دقیقه وقت دارم مار مذکور قیافه رو وقتی از مترو هنسفری میخری هفته اول هفته دوم یکیش از کار میسته من این مشکل همیشه دارم با هدفونم حتی از اون موقعی که این ایرپاد رو خریدم خیلی مشکلم کمتر شده دیگه اینطوری نیست هم. یه مدت خیلی طولانیه دارم کنم یک سال و خورده یه این ایرپاد دارم اصلا همچین مشکلی باش نشد فعلا چشش نکنی بذار به تخته گاف چران گاف بچه بودم این برام سوال بود خیلی هم برام سوال بود اعصابم ظاهرم رفتارم همش درسته ولی ظاهرم هم شبیه اعصابم من متاسفانه وقتی با دختر فامیل ازدواج بچه به من ربطی نهارد ولی اصلا چیز بدی نیستا ولی یه طوریه خیلی جذابیتی نداره همه چیه فامیلتو میشناسی وقتی ازدواج میکنی پس چیش برات جدیده هیچ چیز جدیدی توش نیست از یکی از دلایلی که اکثریت اوقات با دختر خارجی میگردم همینه همیشه به خودم میگم مثلا دوست دارم زنم ایرانی نباشه چون دوست دارم فرهنگ و کالچر و این چیزایی که داره جدید باشه مثلا تو زندگی چرت چیز جدید یاد بگیرم برام جذاب باشه حوصله سربر نباشه ولی خب هیچکی از آینده نمیدونه و آینده نامعلومه پس شکلکلک قسنگ میاد با تو ازدواج کنه خفشو وقتی تو خیابون یه ماشین پلیس میبینم طبیعی رفتار کن پسر تو کار اشتباهی نکردی یکی این یکی موقعی که از فروشگاه میام بیرون هی استرس اینو دارم اون دست بیلا هست رو توش رد میشه بوغ میزنه اونو بوغ بزنه میدونم چیزی ندزدیدم ها مغزم به شک میندازم من چیزی ندزدیدم آروم باش به راحتی از داخل فروشگاه برو بیرون اصلا استرس نداشته باش مغزم دز انقدر سر صدا کردم واقعا الان همسایه‌ها میان دم خونه کارمندای مخابرات وقتی مامانت و خالت بالاخره تلفن رو قطع میکنن چقدر خوشحاله من مامانم خواهر نداره پس این حسو نتجربه داشتیم شاید با دوستاش زیاد صحبت میکرد وقتی بالاخره کراشت اعتراف کنه که تو رو دوست داره آلارم ساعتت قلبم من وقتی چیزی رو نمیتونم تو خونه پیدا کنم ماما نوجوانها در واقعیت نوجوانها در فیلمهای آمریکایی واقعا همینه نوجوان‌ها در فیلم‌های هندی اعتماد به نفس آدمو میارن پایین آشغالا ما اشتباهی آلتتون رو قطع کردیم شما چه غلطی کردین این طرز صحبت کردن اصلا برزنده خانومی مثل شما نیست آشغال براش قطع کرده انداخته رو تیکه هم میندازه عشق تو دروغ بود دیگه فامیل اصلا چیزی نمیذاری تو پیجت من
از 53 نفر پنهانش یاره. حقیقتا من زیاد اهل فضای مجازی نیستم. بچه خو آنفالو کنین، بلاک کنین، چه کاریه؟ مریضا تو مطب، مریضا تو داروخونه. کلا مریضا با داروخونه و چیزا مشکل دارن. نرس چی میشه؟ پرستارها، نمیدونم چرا. پرستارا اصلا اون مقدار احترامی که باید بهشون گذاشته بشه نمیشه. حداقل تو اوکراین که اینطوریه، ایران نمیدونم. طرز رفتار دکترا و پرستارا خوب نیست. مریضا و پرستارا خوب نیست. خیلی بده. درآمدشون هم به همین منوال. اصلا درآمد درستی نداره. اگه پرستار هستی امیدوارم موفق و سربلند باشی. وقتی جنوبی ها میافتن تو آتیش جهنم. دختره که معمولی صحبت میکنن، دختره که میگن حاجی دادای سلطان، منم چندشم میشه وقتی دختر اینطوری صحبت میکنه. حس میکنم دارم مثلا با یه لات 30 ساله صحبت میکنم. ستون شلوار تو بکشم پایین برات یه سلطان دلم میخواد یه بکن تو همچین حسی بهم دست میگه. گاز میگیره؟ نه، ولی به روشای دیگه بهت آسیب میزنه. تو سینگلی و تو ایران زندگی میکنی. سوگن میخورم اول فاز قسم. اوی قلبم. چرا اینجام؟ اینجا کجاست؟ من کجام؟ موزه؟ من نمیدونم. بلند شدیم اینجا بودیم. کار تو بوده. وای تو بلندرن. میخوام ما رو بکشن. این یه تیغه است. وای نه. ما میتونیم وقتی که تیغه شروع به کار کرد فرار کنیم. وای نه. به من اعتماد کن. هر وقت گفتم بپر. کدوم آشغالی اینو درست کرده؟ چقدر خوبه. چرا اینجوری شد؟ وای فرار کردن. به به بچه ها همین دیگه. خیلی خوشحال شدیم تشریف آوردین، قدم رنجه فرمودین. پس اگه این ویدیوی آخرم بود بدونید خیلی دوستتون دارم. مرسی که این ویدیو رو تا اینجا نگاه کردین. اگرم نگاه نمی‌کردین یکی دیگه می‌کرد. من بدون شما هیچم، با شما هم می‌چم. مثلا بلاک شر سابسکرایبتون نره. اگرم رفت اصلا برام مهم نیست. دوستش باشه می‌کنید، دوستش باشه نمی‌کنید. اگه مردم بعد مرگم بکنید حداقل. تو خوشگل هستی یادتون نیست بیشتر بخوام پیس. تمام. میخوام آتیشتو خاموش کنم، بلبلتو آموش کنم.